خبر خوش از کانادا. 250 تن از مهاجرین افغانستانی وارد کانادا شدند. 170 تن آنها فعالین حقوق بشر بودند. اما اینا چگونه ثبت نام کردند؟ کسایی که در افغانستان گیر مانده اند چیکار بکنند؟ دوستای گرامی سلام، وقت شما بخیر و خوبی. به تاریخ 11 جنوری 2022 یعنی که همین روز ما باشد، دولت کانادا اعلان کرده که 250 تن از مهاجرین افغانستانی وارد کانادا شده که از این میان 170 تنشان فعالین حقوق بشر بوده. این افراد از طریق سازمان Frontline Defenders به کانادا معرفی شده. دو تا سازمان هست، یکی به نام protectdefenders.eu هست و دیگر به نام frontlinedefenders.org هست. نهادهایی است که در قسمت محافظت از فعالین حقوق بشر در سراسر دنیا فعالیت میکنه و فعلا تمرکزشان روی فعالین حقوق بشر و مدافعان حقوق بشر در افغانستان است. ما قبلا یک طریقه ثبت نام از طریق Frontline Defenders و protectdefenders.eu رو برای دوستا معرفی کرده بودم. یک تعداد دوستا از اون مستفید شده و نتیجه خوبی هم داده. برای ثبت نام در Frontline Defenders یا protectdefenders دو راه وجود دارد. راه اول این است که شما به ایمیل اونها ارتباط بگیرین و با اسناد و دلایل قوی با آنها تماس بگیرین. رای دوم این است که اونا یک اپلیکیشن آنلاین یا فرم آنلاین داره و فرمش را خانه پوری بکنید، دانه به دانه سوالاتشان را پاسخ بدید و منتظر نتیجه اونا باشید. وقتی ایمیل نوشته میکنید، شما اول باید خود معرفی کنید، سابقه کاری خود بنویسید که کار شما در کجا بود، چی میکردین، فعالیت شما چی بود، دستاورد کاری شما چی بود و حرف سیومی که دلیلی در خطر بودن خود نوشته بکنه که چرا شما در خطر هستید، کی شما رو تهدید میکنه، چگونه تهدید میکنه، تلفنی است، حضوری است، شما تعقیب میشه، اعضای فامیلی شما هست، هر چی که هست اونا رو مستند بسازید، شما اسناد دارید، ویدیو دارید یا هر چی که دارید اینا مستند بسازید. حرف چهارم است که فعالیت های خود را، تهدید هایی که دارین اینا رو مستند بسازید. هر کاری که شما کردین، فعالیت های خود، اگر در شبکه های اجتماعی است لینکش بوانید، اگر عکس دارین در زیر عکس خود نوشته بکنید و خلاصه ای که تهدیدهای اگر متوجه شما است همه اونا را در فایل تنظیم بکنید و دربارش تشریحات نوشته بکنید. و مورد پنجم این است که شما باید رفرنس داشته باشید. رفرنس کسی است که در واقع شما را میشناسه و در صورتی که شما شماره تان خاموش باشه یا قابل دسترس نباشید، همون رفرنس شما را پیدا کرده بتونه. رفرنس در واقع یک کسی است که شما را میشناسه، دوست شما باشه، اعضای فامیلی شما باشه، همکار شما باشه و هر چیز دیگه باشه. این اسناد خود مکمل که ترتیب کرده، شما میتونید در یک فایل پی دی اف تنظیم بکنید و در هر ایمیلی که خواستین روان بکنید. در ادامه روش ثبت نام آنلاین در protectdefenders.eu رو با هم دیگه مرور میکنیم و امیدوار هستم که برای شما دوستای گرامی مفید واقع شده باشد. خب دوستای گرامی، ثبت نام شروع میکنیم. این وبسایت protectdefenders.eu هست. وارد سایتش که شدین، مشخصا در گزینه at risk contact now کلیک کنید. یک صفحه باز میشه در اینجا. روی صفحه اگر شما پایین بیایید، در اینجا نوشته است که apply for an emergency grant. اگر جان شما در خطر است شما اپلای بکنید. اگر روی آنلاین اپلیکیشن کلیک کنید، یک وبسایت باز میشه که شما آنلاین میتونید اون را ثبت نام بکنید، مشخصات خود در اونجا شامل سیستم بکنید. اگر دانلود فرم کلیک کنید، اینو یک فایل ورد برای شما دانلود میشه که راهنمایی میکنه که در واقع چی مورد نیاز است، شما چی مشخصات به اینا ارائه بکنید و شرایط کاریش چه قسمی است، در واقع یک راهنمایی برای شما ارائه میکنه. ما مشخصا روی آنلاین اپلیکیشن کلیک میکنیم که وارد فرمشان و وارد سیستمشان شه. اینی فرمی هست که شما میتونید نام خود نوشته کنید، جندر خود نوشته کنید، نام اداره خود نوشته کنید، در کشوری که هستین، در کدام کشور فعلا بسر برید، رای که با شما تماس گرفته شوه، اینا جزئیات شده اینجا نوشته میکنید و شماره تماس و ایمیل آدرس. به خاطر اینکه طولانی نشه، ما یک فرم نمونه ای پر کردیم، اینو با هم دیگه مرور میکنیم. مثلا در قسمت 1A contact details of the applicant، کسی که می فرم رو پر میکنه یا برای کسی که می فرم هست نوشته کنید. مثلا نام خود نوشته کنید، تخلص خود، جنسیت خود نوشته کنید، نام اداره خود نوشته کنید، کشور را نوشته کنید، فعلا در کجا به سر میبرید، گزینه ارتباطی خود شما نوشته کنید که از چه طریق با شما تماس گرفته شد، با ایمیل، با واتساپ، شماره تماس خود نوشته کنید، ایمیل آدرس خود نوشته کنید.
در قسمت یک بی. اگر شما همی فرم بالا را یک همی فرم را که پر میکنید خود شما پر کردین، در اینجا نام خود را نوشته کردین، پس گزینه یک بی را هم همون مشخصات خود را نوشته کردین. و اگر نه، اینه گزینه یک ایر مثلا اداره حقوق بشر افغانستان پر کرده، یک نفر از اوی داره پر کرده و اپلیکیشن برای چی کسی هست، اینال نام نفر اصلی در اینجا هست. اگر خود شما بالا رو پر کرده بودین میتونید که اینجا خود نوشته کنید، نام و تخلص خود نوشته کنید، جنسیت خود، نام اداره خود نوشته کنید، از کدام کشور هستید، فعلا در کدام کشور بسر برید، گزینه ارتباطی با شما چه قسمی آسان هست، شماره تماس و ایمیل آدرس خود نوشته کنید. در قسمت شماره یک خواسته شده که area of work، سایه کاری خود نوشته کنید. هر شما چی چیزی خواسته، سایه کاری خود بینوانی از این که مدافع حقوق بشر بودین در کدام بخش شما فعالیت میکردین، در اینجا جزئیات بیشتر در این مورد ارائه بکنید که شما چی کاره بودین، فعالیت شما چی بود. و نکته دومی که شما خواسته شده که if you are a member of an organization، اگر عضوی کدام نهاده بودین، نام اون نهاده، فعالیت اون نهاده، سایه کاری اون نهاده و چی کارهایی که میکرده در اینجا معرفی کنید. مثلا شما اگر عضو کمیسیون حقوق بشر افغانستان بودین میتونید که جزئیات بیشتر در مورد ازی ارائه بکنید، سایه کاریش چی بود، در کجا بوده، دو تا مشخصات را که خواسته بود شما باید پر کنید. گزینه سوم یا شماره 3 security and risk، چه تهدیدهای متوجه شما است. این مورد را خواسته شده که در 250 تا 8000 حرف شما میتونید تشریح کنید که چه چیزی شما را تهدید میکنه. مثلا when did event occur، یعنی چی وقتی همی تهدید علیه شما اتفاق افتاد. شما میتونید جزئیات بیشتر در مورد از اینکه کدام تهدید بوده، در کجا بوده ارائه بکنید. و مشخصا شما باید با دلایل، با اسناد قوی، با لینک و با تمام مشخصات که این قضیه بود در کجا بود اینجا نوشته کنید. معلومات دومی که از شما خواسته که What serious risk are you facing and why، شما چی تهدیدهایی را متوجه هستین، چرا. شما در اینجا میتونید نوشته کنید به دلیل فعالیت کاری ما و دلیل همکارای ما و هر دلیلی که شما دارین در اینجا نوشته کنید و در این بخش معلوماتی را کنید. و موضوع دیگه گفته please include information about type of threats، نمونه های تهدید هایی که متوجه شما هسته، authorities of threats، چی کس شما رو تهدید میکنه، and possible evidence. اینال در اینجا شما باید مشخص کنید که چی نوع تهدید متوجه شما هست، ای توسط چی کس شما رو تهدید میشین، کدام نفر هست، و اسناد اگر دارین شما اسناد خود ارائه کنید. موضوع دیگه گفته شده که any file containing evidence، اگر شما اسنادی دارین شما میتونید که اتچ کنید و به ایمیل آدرس اینا روان کنید. اگر شما لینک فعالیت داشتین میتونید در همینجا در لینک اضافه بکنید، مثلا www. یا هر چیزی که هست .com هست اونا میتونید در لینک رایه بکنید. و اگر خواستین ایمیلش هم نوشته کنید، من ایمیلش هم برای شما در زیرنویس ماندم، از ایمیل استفاده کنید. و معلومات دیگه که شما خواسته insert the short description of each piece of evidence، درباره هر حادثه یا اسنادی که شما دارین تشریحات نوشته کنید. مثلا این فعالیت درباره چی بوده، این عکس درباره چی بوده، این لینک درباره چی بوده و جزئیاتش نوشته بکنید. در واقع این معلومات را که شما خواسته بود شما در اینجا همه معلومات را پاسخ بدهید. در ادامه proposed activities، حالا میگه اگر شما قبول شدین چه فعالیت هایی را در کشورهای اروپایی انجام خواهید داد. شما میتونید که فعالیت هر پلان را که دارین در اینجا نوشته بکنید. فعالیت حقوق بشری دارین، ارتباط با افغانستان دارین، میتونید دوباره فعالیت حقوق بشری خود ادامه بدین، در اینجا نوشته کنید. و همچنین گفته What activities would you want? What measure will you put in place؟ اینال چه فعالیت را انجام میکنید؟ چگونه ای فعالیت رو با پیش خواهید برد، از رای دور انجام خواهید داد، فعالیت رسانه‌ای خواهد بود، فعالیت هر چی که بود شما در اینجا نوشته کنید. در واقع پلان آینده ای شما هست که نوشته کنید. در ادامه گفته شده How would this grant reduce the risk faced؟ میگه امی پذیرفته اگر شد چه قسمی ریسک شما را کم میکنه. شما میتونید دلیل نوشته کنید وقتی دور از وطن باشم اونا دسترسی به من نداشته باشه، ریسک من کم میشه و خانواده من هم نجات داده میشه. جزئیات شب با جزئیات کامل در اینجا نوشته کنید. و موضوع دیگه گفته شده What are the expected result and impact of the measure؟
اینال وقتی که شما به خارج فعالیت میکنید از اینجا چی نتیجه به وطنتون میداشته باشه؟ شما میتونید بگید ما اسناد مستند سازی میکنم فعالیت اونا را که جلوی فعالیت های تخریبشان گرفته شد و معلومات بیشتر گفتنی دارید ارائه میکنید. در شماره پنجم گفته شما قبلا کدام درخواستی به نهادهای مدافع حقوق بشر دادین یا نه؟ در ادامه گفتش را آیا شما کدام جواب مثبت تا حال دریافت کردید یا نکردین؟ در قسمت ششم بجت هست، شما چقدر مصرف ضرورت دارید؟ ممکن است از اینکه شما بیاین تا کانادا یا هر موردی که فعالیت های را انجام میدین یا حرکت میکنین مصرف ضرورت داشته باشه، امکان داره که 10,000 یورو برای شما پرداخت کنه و حداقلش 3,000 یورو هست. شما میتونید واحد پولی رو در اینجا انتخاب بکنید، مقدار پول در اینجا انتخاب بکنید، آیتم یعنی چی چیز رو شما میخواید مصرف داشته باشید، نام مصارف رو نوشته کنید، یونیتش رو نوشته کنید، ماهانه چقدر هست، مبلغش رو نوشته کنید و دلیلش رو نوشته کنید. مثلا گفتین ویزا فی، اگر شما میخواین ویزا دریافت بکنید یک بار هست در یک ماه و فیس ویزا 100 روپیه هست و اینجا نوشته میکنید ویزا فی. و همچنین تیکت کاست، تیکت شما ضرر دارن که تیکت پرواز بخرید یک بار هست در یک ماه و مصرف تیکت مثلا 200 یورو میشه. ترافل تو به یک کشور مثلا یا تاجیکستان یا پاکستان یا ایران، اینجا میتونید مثلا نوشته کنید که پاکستان، در اینجا نوشته میکنید. و همچنین ترافل کاست، مصارف سفر شما چقدر هست در یک ماه؟ 600 ایچی هاوس اند فود ATC. و تمامی مصارفی که شما نیاز دارین اونا رو میتونید در اینجا لیست کنید. در شماره هفتم رفرنس هست، در رفرنس گفته شده که نفر نوشته کنید در کدام اداره هست، شماره تماسش نوشته کنید، اسکایپ شه و هر معلوماتی که درباره از او دارین ارائه بکنید که با اونا تماس بگیره. رفرنس در واقع کسی است که شما را میشناسه و در صورتی که شما در دسترس نباشین با اونا تماس میگیره تا اینکه شما را پیدا کنه و کارهای شما با پیش برده شود. دو تا رفرنس ارائه بکنید، نام و تخلصش نوشته کنید، ادارهش نوشته کنید، ایمیل آدرسش نوشته کنید و واتساب نمبر شماره تماسش نوشته کنید. رفرنس دومی هم نامش، ادارهش، ایمیل آدرس و شماره تماسش. و در قسمت هشتم خواسته که شما چه قسمی درباره امی پروژکت دیفندرز خبر شدین. درباره ما شما بگین که ما از وبسایت رسمی کانادا دریافت کردیم معلومات شما رو، مثلا اینی وبسایت کانادا در اینجا نوشته کنید. و مشخصا اگر از کدام صفحه ذکر شده بود در اینجا میتونید اما لینک هم صفحه را نوشته کنید. کانفیدنشیالی، اعتماد یا اعتماد کردن یا اجازه دادن اینا هست. شما در این قسمت میگین که I confirm that the provided information is correct. معلومات را کرایه کردم صحیح هست. And I acknowledge the privacy policy of the protectdefenders.eu. و ما همون پالیسی protectdefenders.eu را قبول میکنم. در گزینه I confirm و accept میزنید و روی گزینه submit کلیک میکنید. معلومات شما ارسال میشه و شما منتظر نتیجه میباشین و پس از مدت ها ممکن با شما تماس گرفته شد و روش کاری شما تشریح شود. و این هم نهاد دومی است که فرونت لاین دیفندرز هست و همین 250 نفر هم که وارد کانادا شده هست طریق همین نهاد وارد کانادا شده. اینجا هست که کانادا هیومانیتریان پروگرام فور افغان هیومن رایتس دیفندرز ان نید اف ریسیتلمنت. معلومات بیشتر در اینجا ارائه شده، گفته شده که در حال حاضر ظرفیت ما پوره شده و گفته ما فعلا نمیتونیم درخواست ها رو بپذیریم، ولی گفته شده که ما در حال ازی هستیم که زمینه های بیشتری پیدا بکنیم و ظرفیت بیشتری پیدا کنیم و شما میتونید که با اینا تماس بگیرین و ممکن است که زمینه و ظرفیت پیدا شوه. مشخصا ایمیل آدرسش در اینجا داده شده که canadaprogram@frontlinedefenders.org هست که با این ایمیل آدرس شما میتونید ایمیل روان بکنید و وقتی که ایمیل روان میکنید معرفی خود داشته باشین، سابقه کاری شما باشه، دلیل در خطر بودن شما باشه، اسناد از فعالیت شما باشه و همچنان دو تا رفرنس ذکر کنید تا که با شما تماس بگیره. از توجه و همراهی شما جهان سپاس.